حکومت سرپرست خواستار بیرون شدن نام مقام‌های برحال و پیشین امارت اسلامی از فهرست سیاه سازمان ملل متحد و آمریکا شده است. سخنگوی امارت اسلامی میگوید که نزدیک به 20 تا 25 تن از مقام‌های امارت اسلامی در این دو فهرست جا داده شدند. ما بارها گفتیم که تحمیل و همچنان فشار و زورگویی نتیجه خود ندارد. 20 سال گذشته یا جنگ‌ها ثابت ساخت که مردم افغانستان تسلیم فشارها نشدن و نمیشن. از سوی هم برخی آگاهان مسائل سیاسی به این باورند که پذیرفته نشدن خواستهای جامعه جهانی از سوی امارت اسلامی سبب شده است تا نام مقام‌های حکومت سرپرست از فهرست سیاه سازمان ملل و آمریکا بیرون نشود. بعد از امضای قرارداد دوحه یک قطعنامه ملل متحد وجود دارد که در اونجا این شرایط ثبت هستند: احقاق حقوق زنان برای تحصیل و کار و مشارکت در جامعه، شامل ساختن کسانی که از جنبش طالبان نیستند در سطح رهبری افغانستان بعد از یک گفتگوی ملی، و مقابله با تروریسم. فکر میکنم این جزء بسته های فشار سیاسی جهان بر علیه امارات اسلامی است تا ای که امارات اسلامی نظم فعلی و قوانین فعلی جهان را بپذیره. در پایان ماه میزان سال 1400 هجری خورشیدی، رئیس جمهور روسیه تاکید کرد که به زودی نام مقام‌های امارات اسلامی را از فهرست سیاه بیرون خواهد کرد، اما تا هنوز این سخن وی عملی نشده است.